سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحث شخصیت زن در اسلام بحث های گذشت و جلد چهارم المیزان رو که چند بحث مرتبط با این بحث داره ذیل اولین آیش یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین که در اینجا نکاتی رو متذکر شده ایشون که دوستان حتما مفصل رجوع بکنن. فقط من یه نکتهشو اینجا عرض میکنم که بیانی که ایشون داره در اینجا که للذکر مثل حظ الانثیین که برای به اصطلاح مرد دو برابر یک در حقیقت زن قرار داده شده، تعبیر خیلی تعبیر دقیقی است. به خصوص مرحوم علامه خوب استفاده میکنن، میگن این حکم چون در برابر حکم جاهلیت که هیچ حقی برای زن نبود، وقتی که آمده این رو بیان میکند محور رو در ارائه این حکم زن قرار داده و ارث مرد رو بر اساس اون چه که به صلاح حکم زن است قرار میده. یعنی اصل رو در ارث چی قرار میده؟ عنوان زن. بعد میگه مرد دو برابر این میبرد، نمیگه زن نصف مرد میبرد. اگر میگفت زن نصف مرد میبرد یعنی اصل مرد بود در ارث و زن چی بود؟ به تبع بود. یعنی این نگاه دقیق که با یک تیر به قول ما دو نشون داره میزنه، یه نشون این است که اصل ارث رو برای زن که تا کنون نبوده تثبیت میکند و دوم اینه که برای اینکه اینو محکم کنه این فرهنگ رو بیان رو به گونه ای قرار میدهد که اصل رو در ارث زن قرار میدهد و مرد رو مطابق با او چی میکند. این بیان مرحوم علامه است که و فی انتخاب هذا تعبیر اشعار به ابطال ما کانت علیه الجاهلیه من منع توریث النساء فکأنه جعل ارث الانثی مقررا معروفا، کأنه ارث زن معلومه، مشهور، تثبیت شده است. مرد رو با این قیاس میکنه. چقدر تفتن زیباست، چقدر. ببینید قرآن دیگه، یعنی وقتی که خدای سبحان اینجور بیان میکنه اینقدر زیبا، اینقدر عالی، اینقدر در حقیقت لطیف که تو بیان هم چند کار رو با یک در حالا تازه چقدر احکام از این دوباره استفاده میشه ایشون بیان کرده. همین که فرموده للذکر مثل حظ الانثیین، چه در حقیقت مباحث دیگری از جهت فقهی از همین حالا دیگه ما الان به اوناش کار نداریم. فقط همین نکته که کأنه جعل ارث الانثی مقررا معروفا و اخبر به ان للذکر مثله مرتين، دو برابر اون چیزی که میشناسید، اونی که معلومه مشهوده ارث زن است، ارث مرد رو دو برابر قرار بدید نسبت به او، این میشه ارث مرد. چقدر قشنگ بیان کرده. او جعله یا این است، او جعله هو الاصل فی التشریع، اصل در تشریع رو خود این که نظام تشریع نظام اعتبار نیست، نظام تشریع ما تطابق با تکوینه، چون تطابق با تکوینه هر حکمی تقدم و تأخرش و هر چیزی مبدئیت و نتیجهش همش مطابقت با تکوینه. لذا می فرماید که او جعله هو الاصل فی التشریع و جعل ارث الذکر محمولا علیه، مبدأ در حقیقت اصلا این حکم رو ارث زن گرفته و محمولا و ارث مرد رو در حقیقت چکار کرده؟ محمولا علیه که یعرف بالاضافت الی، با اضافه به او شناخته می شود تو نظام تشریع. هم اینم که یه بیان جالبی که هرچند کوتاه اما خیلی در حقیقت زیباست که از برای ذکر. ببینید به عنوان چی قرار داده ذکر رو؟ لذکر مثل و حظ الانثیین، یعنی داره این رو به عنوان چی بیان میکند؟ یعنی اون حکم مرد رو داره تابع
نگفته که لذکر مثلا حتی دو برابر مثل و حظ الانسه، یعنی حظ انسه این رو اصل گرفته و این رو مثل حظ الانسه این گرفته. این کاملا نشون میده که اتفاقی نیست، استحسانی نیست، یه بحث در حقیقت برداشت ذوقی نیست، بلکه کاملا با توجه و تفتن مسئله است که الفاظی که به کار برده شده و حتی احتمالاتی که میشد غیر از این بیان بشه. ایشون چند تاشو مطرح کرده که احتمالات دیگری که تو لفظم لفظ قشنگی بوده، یعنی الفاظش هم میتونست الفاظ قشنگی باشه، اما غیر از این رو همین حکم رو بیان بکنه به غیر از این کلام که این توش در نیاد. ولی نه، همه اونها در حقیقت، سلام علیکم ورحمت الله، همه اونها به خصوص با اون بیانی که قبلا من بارها عرض کردم، لوازم و دلالت‌های التزامی کلام الهی هم که دلالت التزامی توش باشه نسبت به خدای سبحان، مثل ما نیست که به دلالت التزامی کلامون گاهی متنبه نباشیم، حرفی رو بزنیم ندونیم دلالت التزامیش اینه. خدای سبحان اینو علامه فرمودن که دلالت‌های التزامی کلامش هم چی هستش؟ کاملا قابل استناد است، چون غفلت از اونها ندارد. چون غفلت از اونها ندارد، هر دلالت التزامی در کلامش قابل استناد مثل دلالت منطقی، منتها با همون نوع دلالت التزامی قابل استناد. و این دلالت التزامی دقیقی توش داره، بلکه نزدیک به دلالت منطقی که از ظاهر اصلا استفاده میشه، نه از لازم کلام. خب حالا این که در نظام تشریع اینجا انصار و حق ارث رو ببینید، نه مطلق انصار و حق ارث رو در نظام تشریع، چون اینا حیثیتش باید رعایت بشه دیگه، حیث رعایت شده که این نشون میده در جهاتی از نظام تکوین، در جهاتی از نظام تکوین انسا تقدم دارد که اون جهت تقدم انسا بر ذکر که در این آیه آمده، اون جهت سبب این چی شده؟ سبب این حکم شده، نه مطلقا که همیشه انسا بر ذکر چی باشد؟ تقدم داشته باشد. نه، چنانچه ذکر در بعضی از مسائل تقدم دارد، احکامی هم که مربوط به اون است خلاصه چی هستش؟ به همین نسبت در اونجاها تقدم دارد. لذا هر حکمی حتما از یک مبدا تکوین نشأت گرفته. اگر در اینجا این جهت تقدم هست، تو همین جهت باید نظیرش رو پیدا کرد تو نظام تکوین که تقدمش در چه جهتیه. حالا اگر که مثلا اون بحث رحم است در نظام تکوین، حالا به عنوان یک به صلاح چیز نقل میکنیم، نه قطع، به عنوان یک به صلاح اونس، به عنوان تعنیس، که اگر اون بحث رحم است که حقیقت رحم و تمام فروعات رحم و حتی تمام مباحث مربوط به ارث نشأت گرفته از چی هستش؟ از اصل رحم است. همچنان که اصل محرمیت هم نشأت گرفته از اصل چی هستش؟ رحم است. که نشون میده تو این مسائل اینجوری که احکامی هست، یک بنای تکوینی در کار است که زن در اونجا یه تقدم در حقیقت به اون مسئله دارد، که این احکام هم بعضیش تقدم رو و محوریت رو بر اون اساس قرار دادن، اما نه مطلقا، در هر جایی باید مناسب خودش باشه. تقدم که لزوما چیز خوبی نیست، شاید تقدم بخاطر ضعف بزنه، رابط الخصام غیر مومن، نه چون حقشون نمیتونن بگیرن، ضعیفن. خب اونجا که تقدم ندارد که، اول حق اینو مشخص میکنه، اب ندارد. اما در اینجایی که ببینید، یه جایی هستش که میگه که حق ضعیف اول بدیم تا او ضایع نشه و باطل نشه، اما یه جا هست محور تقسیم رو او قرار میدیم، مثل میموند که عدد یک، ببینید عدد یک در بین اعداد، اعداد دیگر تکرر یک ایجاد میشن، آیا این لضعف یک هست یا لقوت یک هست که اعداد دیگر تکرر یک ایجاد میشن؟ دقت میکنید اینجا دیگه، بله ممکنه یه جایی موجودی ضعیف باشد، از باب ضعف میگن اول حق اون دوروریا رو یه چیزی بدید به اون دوروریا که وایسادن، بعد حقوق ارث رو تقسیم بکنید. عرض کردم اونجایی که به اصطلاح دلالت اون گونه است اون رو، اما در اینجایی که میگه محور است، یعنی میاد نمیگه که حالا بقیه رو بر اساس اون بدید تو اونجا، که نمیگه بقیه رو بر اساس سفیه بدید، که نمیگه سفیه محور باشد بقیه رو دو برابر کنید از سفیه رو بشه عاقل، اون که نمیگن که دو برابر سفیه که نمیشه عاقل. دقت میکنید اینجا محور قرار داده، میگه این در حقیقت تکررش میشه در حقیقت چی؟ حق ذکر، لذکر مثل حظ الانثیین. این بیان خیلی بیان دقیق و عالی است و ذوقی هم نیست و قوت هم هست، نه از باب ضعف باشد.
این قوت هست. حالا چه جهت اول باشد، چه جهت دوم که دو معنا ایشون کرد، چه در اصل تشریع باشد، چه در اصل چی باشد، دفع در حقیقت یه فرهنگی که غالب بوده، دفع اون فرهنگ غالب باشد. حتی الان ایشون ذکر میکنه تو بحثای بعدی که داره، میگه تو فرهنگ حقوق فرانسه مثلا با این که بعد از این همه، بعد از اسلام، بعد از این همه تغییر و تحول تو قرون متجدد ایجاد شده، برای زن و مرد اساس تساوی در حقوق قائلن، اما وقتی زنی ازدواج تو حقوقشون، حالا اجرا شدنش بس دیگری، وقتی ازدواج میکند منع از تصرف در مالش دارد مگر به اذن مرد، منع از تصرف. بعد اونجا تبیین میکند اگر حقوق مساوی شد و منع از تصرف بود مگر به اذن مرد، اون موقع ببینید تو تقسیمی که در اینجا گفتیم که زن در ارث نصف مرد میبرد، اما در منفعت، در مالکیت میشه اینجا، اما در منفعت چی بود؟ دو برابر مرد میبرد. یادتون هست یا نه بیانو که کرد؟ ولی در اونجا چی میشه؟ زن و مرد هر دو در حقیقت نصف میبرن، اما در تصرف زن حق تصرف ندارد مگر به اذن مرد. یعنی چی؟ یعنی در منفعت، در منفعت، در مالکیت مثل همه، برعکس اینجا که مالکیت مرد دو برابر زنه، اما در منفعت تو اسلام دو برابر زن بود، در اونجا منفعت، حق منفعت میگه چیه؟ زن حق تصرفی، من ای در تصرف دارد، واجب و نفقه هم نیست، واجب و نفقه هم نیست. ببینید چقدر تفاوت میکنه نگاه. ببین این تبیین درست مسئله که اگر در مالکیت ارث برای مرد دو برابر است، در مقابل این در منفعت زن دو برابر مرد منفعت میبرد، چون یک سوم رو از ارث برده، یک سوم رو هم به عنوان وجوب نفقه واجب است که بهش داده بشود اقلا. لذا دو سوم بهرمندی مرود زن است، یک سوم بهرمندی مرود مرد. در منفعت یک سوم مرد میبرد، در مالکیت دو سوم. چرا در مالکیت؟ چون خود این مالکیت محتاج به نظام تعقل بود و منفعت و تصرف در منفعت محتاج به نظام احساسه. چقدر زیباست. یعنی وقتی که مال میخواد مصرف بشه، اون نظام احساس در حقیقت اونجا اون بهترین به اصطلاح بهره‌مندی رو دارد، اما اگر مال میخواد مالکیتش و شغل زاییش، اشتغال زاییش، سرمایه گذاریش باشد، اون برمیگرده به نظام تعقل. اینجایی که میخواد بهره‌مندی باشد، خرج باشد، دقت میکنید، خرج کردن باشد، نظام زن تو خرج کردن، این که چی در حقیقت لازم است، چی در حقیقت اینجا زن قوی تر از مرد تو نظام خرج کردن. چقدر زیباست. منفعت رو خیلی لطیفه ها، خیلی لطیفه. یعنی واقعا اگر انسان هر چقدر عمق مسئله رو توش وارده، عمق لطافت حکم رو به دست میاره. اینا ساده نگیری. اگر اینا درست مطرح بشه تو نظام جهانی ما که امروز میبینید با قوی ترین قانونمندی های امروز، که بعد از این همه دینی که آمده، این همه فکری که شده، این همه نسخی که نسبت به احکام سابق شده، تجربه هایی که شده، همه رو هم دیگه ریختن، قانونی که الان میذارن هیچگاه به سال تنه به تنه قانون اسلام نمیزنه. این تو بیانش و نگاه جامعش، اگر با این نگاه بینیم، اصلا انسان مشعوف میشه از اون نگاهی که چه دینی داریم، چقدر زیباست، چقدر عالیست. با خجالت مطرح نمیکنیم، با کمال افتخار مطرح میکنیم و دفاع میکنیم ازش، این نگاه رو که خیلی زیباست. اگر در منفعت دو برابر مرد حق منفعت دارد، یعنی این که اون قدرت احساسی و اون عاطفه‌ای خرج کردن رو به نحوی قرار میده که این احساس و عاطفه بهترین خرج کردن تو این نظام محقق میشود. تو اینجا مرد مثل زن حق تصرف ندارد، دقت میکنید، چون یک سومش رو لازمه بدی بهش، حقشه و به اصطلاح اون نفقشه، یک سومش هم که چی هستش؟ مال خودشه، هر جور دلش بخواد تصرف میکنه توش. چقدر این اسلام قوی برخورد کرده در مالکیت، ولی برعکس دو سوم تو نظام کله ها، حالا نگه توی خانواده ممکنه مرد فقیرتر از زن باشد یا یه... نه، این در کل نه. که در مالکیت البته مرد دو سومه، مال رو تو ارث به او داده میشود و بله بله ببینید، لازم دلالت التزامی برای خودش حد داره تو تعریف.
هر دلالت التزامی که عنوان دلالت التزامی پیدا بکند، حتی اگر لازم معنای اعم باشد به معنای دلالت التزامی، اون داخل در معنا می شود. نه، اگر مثلا ببینید تو نظام قضاوت شما دیگه اینا رو خوندید دیگه، اگر یه نفر در حقیقت یه حرفی بزنه، درست خبره فن نباشد، وکیل نباشد، درست حقوقدان نباشد، بعد میگه که من به لازم حرفم اصلا توجه نداشتم، میگم اب نداره. نه، عکسشو از چه جهتی دارم میگم؟ میگم که دلالت ببین یه دلالت نه ببینید تو دلالت این که تو حکم فقهیه که اگر کسی متخصص فنه نمیتونه بگه من به لوازم تخصصم توجه نداشتم، این دیگه حکم فقهیه، این نمیتونه بگه من به لوازم تخصصم توجه نداشتم، میگن نه تو اصل این است که توجه داشته باشی، اما کسی که متخصص اون رشته نیست میگن نه به لوازم اون تخصص اگر گفت نمیدونم قبول حرفش، چون تخصص نداشته قبول حرفش، اصلا از که نمیدونسته، اما خدای سبحان نسبت به تمام لوازم حرفش چیه؟ چون در تمامش تخصص تام دارد، لذا به تمام لوازم حرفش ملتزم است، و اگر میخواست این لازم نباشد به گونه‌ای میفرمود که این لازمش نباشد. دقت میکنه این قدرت رو داشت، توجه هم داشت که این لازم کلامشه، قفلت نداشت، چون در ما قفلت امکان پذیره، در اونجا قفلت امکان پذیر نیست، لذا اگر در حقیقت هر چیزی که به دلالت مطابقیات زمانی یا التزامی به کلام خدای سبحان نسبت داده شد امکان پذیر باشد، میگن او در حقیقت میشه اون رو هم به عنوان چی دید؟ اون رو هم به عنوان مدلول کلام الهی دید. این حرف صحیحی نیست، دقت بکنید، کسی که چیز دل نمیخواد مثلا رعایت نکند، یعنی این که اگر عرف فهمید این رو، او میگه من نه حواسم نبود، چجوری باید جواب بده؟ عرف یعنی این که عرف هر چقدر تخصصی تر باشد دلالت های التزامی بیشتری پیدا میکند، وقتی که او داره با همین عرف صحبت میکند دلالت التزامیش به عنوان متخصص کل داره صحبت میکند، لذا به تمام دلالت های التزامی چیه؟ ملتزمه و مدلول همه اون در واقع آیه مدلولش همه اینا هست. عرض کردم دیگه هر چقدر که دلالت التزامی باشد بل التزام، اما حالا با واسطه، هی واسطه بزنید، واسطه بزنید به طوری که دیگه واسطه ها تو مدلول عرفی دلالت تلقی نشود. دقت کردی؟ تو مدلول اونجا دیگه نه، اونجا معلوم نیست بشه نسبت داد، وقتی واسطه انقدر خورد که تو دلالت عرفی اینا رو مدلول نمیدونن، دلالت نمیدونن. بعد وقتی که میفرمایند که یشعرو در دلالت، ببینید یشعرو در چی؟ در دلالت. میشه بگیم یشعرو در دلالت و دلالت نداشته باشه؟ یعنی وقتی میگیم یشعرو در این دلالت اشعار دارد، درسته؟ اگر عرض شد که یشعرو در دلالت گفته شد یشعرو در اینجا، یعنی چی؟ خب دیگه اون که قابل استناد نیست، میدونید که اگه شد 90% 90% یعنی چی؟ پس چی؟ یعنی چی؟ یعنی کلا یشعرو. قابل استناد نیست، پس اگه اینجوری شد یعنی قابل استناد نیست، در حالی که اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه قابل استناده، یعنی اگر گفتیم که اونجوری یعنی قابل استناد نیست. شما اگر به احتمال خاصی چیزی رو نسبت بدی، اونم در کلام الهی استناد کلا استناده، چون داری نسبت میدی به خدا. نه شما اینجوری بفرمایید که در دلالت التزامی ممکنه که ما دلالت التزامی در حقیقت حدس بزنیم دلالت التزامی است، حدس به دلالت التزامی، اگر حدس به دلالت التزامی باشه البته، اما تو کلام عرفی آیا کسی اگر دلالت التزامی داشت کلامش یشعر به این که این مقصودش بوده یا نه، یدل علیه که مقصودش بوده تو عرف؟
تو کلام الهی کمتر از این میخوایم استناد بکنیم وقت؟ نه دقت کنم کلام من دقت کردی تو عرف اگر یه کسی دلالت التزامی کلامش بود مجبورش نمی کنی ملتزمش نمی کنی به کلامشون دلالت التزامی یا اگر فهمیدیم دلالت التزامی ملتزم باید باشه خدا از این کمتره در استناد بحث دومه ببینید پس این ببین این پس بحث دیگریه پس اصل کبرای مسئله حله اگر دلالت التزامی بود اگر دلالت تزمونی بود اگر دلالت مطابقی بود در خدای سبحان تمام دلالت‌های التزامی و تزمنی و تطبیقی قابل اصلا چی هستش التزام بهش اما در تشخیص اینکه آیا این دلالت التزامی هست یا نیست خب این معلومه نه آخه شما یشعرو رو در اصل برهان میگید که اصل برهان و کبرا یشعرو یعنی ممکنه باشه ممکنه نباشه 90% ممکنه اما نه یه موقع میگید یشعرو در تشخیص خود دلالت التزامی که آیا دلالت التزامی دارد یا ندارد اون بحث دومه اون که کسی حرفی نداره تو اون نه دیگه در اونجا استناد در ببینید نه استناد در معلومه دیگه اگر شما فهمیدید چیزی دلالت التزامی دارد حتما میتونید نسبت بدید هر موقع فهمیدید این دلالت التزامی دارد حتما میتونید نسبت بدید اما اگه شک کردید دلالت التزامی دارد یا ندارد البته اون نمیتونید نسبت بدید چون شک این دیگه از عرف که لسان الهی که کمتر نمیشه که خب تو بحث در حقیقت اینجا ایشون اینو فرمودن یه تعبیری هم باز در انتها دارد که به عنوان لذکر مثل حظ الانسیین و باز یه استفاده دیگر ایشون میکند ازش میفرماید که واللام و فزکر والانسیین لذکر مثل حظ الانسیین هر دو الفلام دارن میفهمن لتعریف الجنس ای ان جنس الذکر یعادل فی السم انثیین یعنی در حقیقت این جنس ذکر است نه فقط ولد دقت میکنید فقط ولد نیست که در حقیقت جنس ذکر است که یعادل در حقیقت چی انثیین که حالا تو اخوه و در حقیقت اخوات و تو مسائل دیگه هم چی هستش این رو بعد تو نسبت خودش فقط تنها استثنایی که دارد در ام و اب است که در ام و اب یا ام مساویه با اب دارد یا در بعضی جا ام بیشتر از اب دارد که حالا اون فروزش در حقیقت تو بعد مسئله ارث میاد که فقط اونم استثناش رو تو خود آیه تصریح کرده یعنی اونم با تصریح و تغییر رو چیکار کرده؟ تغییر کرده و تبیین کرده که اینجا جداست اما در جنس ذکر چی هستش؟ جنس ذکر در حقیقت چیه؟ با در این تعبیره که واللام فی الذکر والانثی لتعریف الجنس ای ان جنس الذکر یعادل فی السن انسیین و هازا این نمایکون ازا کان هناکه فلوراسه زکرون و انسا معن فلزکره زعفا الانسا سحمن ولم یقل زکره مثل حزی الانسا او مثلا حزی الانسا لیدل الکلام علا سحم الانسیین ازن دنبالش که میگه ازش استفاده دیگه میشه که دیگه حالا ما اونا رو کار نداریم خب یه روایت بله حالا تو کلاله بحثش جدا میشه حالا اونجا هر جا که تقیید بزنن اما هر جا که تقیید نداشته باشه چی میشه؟ اطلاق محقق می شود اونجا فقط میمونه اونجا به عنوان اطلاقه بله چون این بحث لذکر و وجه الف لام رو داره ذکر میکنه یه روایتی رو ایشون ذکر میکنه اینجا حالا من خیلی جا رو علامت زده بودم بخونم اون به اصطلاح اون بحث قوامین رو هم آورده بودم اونم میخواستم حالا بخونم اگر فرصتی شد بعدن یه روایتی رو ایشون میاره یه بحث خوبیه روایت خوبیه در صفحه 350 جلد 4 این خیلی با اون تفاوت که اینجا ذیل این آیه شریفه الرجال و قوامون اونجا لذکر مثل حضرت انسان اینجا ذیل آیه الرجال و قوامون علی النساء که اینم تو سوره نساء هستش در اینجا فرماید که اسماء بنت یزید الانصاریه انها اتت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو بین اصحابه پیغمبر در بین اصحاب نشسته بودن این اسماء بنت یزید الانصاری آمد پیش پیغمبر فقالت به ابی انت و امی اینی وافدت و نسائلک من نماینده زنان هستم به سوی شما از جانب زنان اومدم سوال دارم یه سوال اومده پیغمبر در بین اصحابم هست جدا هم نکرده پیغمبر رو یه جای تنهایی باشه که بخواد اومده اونجا داره همونجا سوال میکنه اصلا روایت کامل این رو تبیین کرده بعد میفرماید که وافدت و نسائلک منم نماینده اونها هستم یعنی معلوم میشه که با همدیگه نشستن گفتگو کردن یه مجموعه سوالی پیدا کردن یکی رو به عنوان که گویاتره زبان گویاییست و مطلعتره از نماینده خودشون برستن میشه پیغمبر همه اینا توش خابیده دیگه از صدر روایت و کلام این شخص برمیاد
وعلم نفسی لک الفدا، اینم با این تعبیری که جانم به قربان شما، انه وعلم انه ما من امر و اعلم انه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرج هذا الا وهي على مثل رأی. میگه در شرق و غرب عالمم زنی نیست الا اینکه این عرضی که من دارم خدمت شما میکنم، این در حقیقت سوال اونم هست، یعنی فقط سوال من نیست، یعنی یه سوال از جنس نسائه. خب اینم ادعا بشه پیغمبر با این نگاه معلومه خیلی هم وارد بوده که یه کسی بیاد بشه پیغمبر بگه تو شرق و غرب عالمم کسی نیست، هر زنی باشد این سوالو دارد. خیلی زیباست، ببینید این خیلی سلطه میخواد. یه موقع من و شما با هم اینجوری حرف میزنیم، خب میگیم ممکنه از جهلمون باشه اینجوری هر ادعا بکنیم، اما یه کسی وقتی بشه پیغمبر که میداند پیغمبر کی، از ظاهر کلامش هم تفجو و تفتون و به اصطلاح، اما این با همه اینها داره این ادعا رو میکنه، سوال خیلی سوال زیباست. بعدم پیغمبرم صلوات و سلام اونم تقدیر میکنه ازش که نشون میده که این شخص قابل تقدیر بوده. اینجور میفرماید که ما من امرأتن کائنتن فی شرقن ولا غربن سمعت به مخرجی هازا، این در حقیقت همین حرفی که من دارم میزنم، الا وهی علا مثل رأی، اونم حرف منو همین نظر رو دارد. ان الله بعثک بالحق الى الرجال و النساء، اولم خلاص عقایدش رو اظهار میکنه که خدا شما رو بر مردان و زنان همه مبعوث کرده، فقط رسول مردان نیستی. ان الله بعثک بالحق الى الرجال و النساء فآمنا بك و بالهك الذي ارسلك و انا معشر النساء، حالا از اینجا شروع میکنه تا با یه خطبه کوچکی وارد بحث شد، و انا معشر النساء، ما زنان محصورات و مقصورات، ما در حصری، ما محدودیت هایی داریم، مقصوراتون تحت اراده هایی در بعضی جاها محدودیت هایی داریم، قواعد و بیوت کن، ما اون اساس خانه های شما هستیم، یعنی قواعد و در خانه نشسته ایم، اما قواعد و بیوت کن هم نشستن در خانه رو معنا میده، هم این که بنای خانه بر دوش ماست، قواعد و بیوت کن و مغزی شهوات کن، ما در حقیقت چی هستیم؟ اون امیال شما با وجود ما در حقیقت اصلا انجام می شود، و حاملات و اولاد کن، حملی که فرزندانی که شما می خواهید ما اون هم رو داریم، و انکم معاشر الرجال فضلتم علینا، شما مردان، چون اصحاب هم نشسته بودن دیگه، و انکم معاشر الرجال، ای مردان فضلتم علینا بالجمعه والجماعات، شما دعوت شدید به جمعه و جماعات، به ما نگفتن، اگر زنی رفت دعوت نشده، وجوب جمعه و جماعات بر زن نیست، نگفتن که حرام است، اما وجوب جمعه و جماعات هم بر زن نیست، اما اگر پیغمبر اکرم، حکم پیغمبر است که اگر کسی فرموده بودن که اگر کسی همسایه مسجد است و مسجد نمیاد، حکم کردن مسجد خانه رو بر سرش خراب کنن. دیدید که چند بار این روایات تکرار شده که یا خانه رو بسوزانن، که اگر کسی تعمدن نمیاد تو مسجد بر مرد، اما بر زن این نیست. لذا فرماید که فضلتم علینا بالجمعه والجماعات و عیادت المرضا، بر شما اینها جعل شده به عنوان حقوقی که باید انجام بدید، و شهود الجنائز، خب هر کدوم از اینها که جعل شده کمالاتی رو به دنبالش میاره، شما فضلتم علینا به اینها که اینها بر شما جعل شده و شما با این کمالات جلو میرید، نه همون حضور در جمعه و جماعاته، فضلتم علینا بالجمعه والجماعات و عیادت المرضا و شهود الجنائز، تشییع جنازه ها شما میتونید برید، دعوت شدید، بر شما به عنوان یه حق لازم دیده شده، والحج بعد الحج، این همه حج رفتن بعد الحج، بله زن برش حج واجب لازمه، اما بر مرد حج بعد الحج، همه اینها به عنوان فضائل برای مردانه، و افضل من ذالک الجهاد فی سبیل الله، از همه بالاتر جهاد در راه خدا بر شما، شما فضلتم علینا، به اینها چی شدید؟ به اینها در حقیقت تفضیل پیدا کردید بر ما، و ان الرجل منکم اذا خرج حاجا او معتمرا او مرابطا حفظنا لكم اموالكم، اما وقتی شما به حج میرید، وقتی به عمره میرید و حج میرید و جهاد میرید، ما ایم که اموال شما رو حفظ میکنیم، حفظنا لكم اموالكم، ما هم بیکار نیستیم، ما اون بیت شما رو، خانواده شما رو، خانه شما رو، زندگی شما رو حفظ میکنیم، و غزلنا لكم اسوابكم، لباس های شما رو ما آماده میکنیم، ربینا لكم اموالكم، اموال شما رو ما رشد میدیم، فما نشارککم، حالا سوال میکنه از پیغمبر، فما نشارککم فی الاجر یا رسول الله،
خب شما به عنوان نماینده ای که بالاخره مردها این همه فضلتم شدن بر ما و ما هم کارهایی به دوشمون بود و اون در حقیقت کارهایی که بر دوش مردان بود از ما برداشته شده بود، فما نشارککم فی الاجر، پس در جزا و نتیجه ما چه در حقیقت اجری میبریم؟ ما چی بر ما چی قرار داده شده؟ فلتفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم الی اصحابه به وجهه کل، به همه صورتش برگشت به طرف اصحاب. معلوم میشه که داشته کلام این خانم رو گوش میکرده، رو به این خانم بوده. بعد از اینکه این خانم، حالا این خانم معلومه توی یه جهتی بوده که اصحاب در جهت دیگری بودن، که داشته گوش میکرده، این نگاه کردن درست با تمامشون پیغمبر دارد، وقتی با کسی صحبت میکرد با تمام رو به اون نگاه میکرد و صحبت رو مثلا صحبت میکردن، معلوم شد با تمام رو داشته گوش میکرده که تعبیر رو ببینید چقدر زیباست. فلتفت النبی، از اون حالت قبل که داشت به اون خانم گوش میکرد التفات پیدا کرد، برگشت الا اصحابهی به وجهی کل، با همه رو برگشت به سمت اینا. اینا توش چقدر نکته های اخلاقی توشه، یعنی غیر از اون خود محتوا و مفهوم، خود نقل روایت با تمام جزئیات چقدر توش نکته است. ثم قال، به مردا رو کرد، خجالت نمی کشید، حالا این خجالت نمی کشه من میگم و اینجا نداره، هل سمعتم مقالت امرأت قط احسن من مسائلتها فی امر دینها من هذه؟ ندیدم تا حالا کسی تو بین زنان اینجور کسی سوال زیبا در برای دینش داشته باشد. چقدر قشنگ، چه تقدیری پیغمبر کرده. هل سمعتم، آیا شما شنیدید مقالت و امرأت قط احسن من مسائلتها فی امر دینها من هذه؟ معلوم شه خانمان نماینده خوبی انتخاب کرده بودن برای بیان، بالاخره اونام انتخاب اینا بوده، این نماینده اونا بوده، معلومه تو انتخابات بالاخره اونها هم انتخاب خوبی بوده. فی امر دینها من هذه، آیا شنیدید کسی به این زیبایی؟ ببین نمیاد بگه که پس ما چی، میگه ما تو اجر، تو اون نتیجه‌ای که برای خداست، تو اون کمالی که میخواد محققش، ما چه نتیجه‌ای داریم؟ تو دنیا چیزی نخواسته، نخواسته بگه که اگر بر ما اینها تفصیل داده شدن، اگر اینها بر ما نمیدونم تو مشارکت ها دعوت شدن، خب ما چه کار بکنیم تو این مشارکت ها، چرا ما نشدیم؟ شکایت از عدم حضور یا عدم در حقیقت ثبوت مقام اثبات نیست که ما کجا دیده بشیم، همش مردا دیده بشن، ما چرا دیده نشیم؟ بحث در این نیست، بحث در این است که اینا این کارا رو میکنن، خب کمالات پیدا میکنن، خب ما چی کار کنیم کمال میخوایم؟ ما چی کار کنیم؟ ما هم کمال میخوایم. اینا برای چقدر زیباست، بله؟ درد دین داشته، نگاهش این است که حسرت داشته، اگر به کار مردان حسرت داشته، نه به خاطر این که بخواد مردان تو صحنه باشد، به خاطر نتیجه حسرت داشته که این همه احکام قرار داده شده برای مردا، ما چجوری ما نکنه تو اونجا خسران داشته باشیم در نگاه الهی و در محضر الهی، به نتایجی که اونا رسیدن نداشته باشیم. چون اولا فرمود تو رسولی هستی که الی الرجال و النساء در حقیقت مبعوث شدی، یعنی قطعا شما میخوای ما رو هم به کمال برسونی، رسول ما هم هستی. چقدر این، یعنی این نگاه چقدر زیباست، اصلا آدم حظ میکنه که نوع فرهنگ حاکم بر این خانوم چی بوده، با این فرهنگی که گاهی تو بعضی از مثلا سوال و پرسش دیگه در ما چگونه است، اصلا نگاه یه نگاه دیگریه. بعد میفرماید که فقالوا یا رسول الله ما ظننا ان امرأة تهتدی الی مثل هذا، مردا گفتن نه، حالا اگر میگفتن که مردا هم خلاصه نبودن اینجور، خلاصه کم نگفته بودن، که میگه ما هم خلاصه، ما فکر نمی کنیم زنی این گونه خلاصه به این کمال باشد. خب بالاخره گاهی ممکنه به زنهای خودشون نگاه میکردن، قیاس میکردن از جهت کمالات و دغدغه ها و نگاه، میگن خب ما هم ندیدیم، ما هم گمان نمی کنیم که کسی باشد که تهتدی الی مثل هذا، اینقدر خلاصه قوی. فلتفت النبی صلی الله علیه و دوباره پیغمبر رو کرد به این خانم، یعنی بعد از اینکه این سوال و جواب با اصحاب کرد، فلتفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم الیها ثم قال لها انصرفی ایتها المرأة، برگرد و علمی من خلفک من النساء، پیغام منو به همه زنهایی که تو نمایندشونی برسون که تو از جانب اونها اومدی، و انصرفی ایتها المرأة و علمی من خلفک من النساء ان حسن تبعل اهدا کن لزوجها و طلبها مرزاته
و اتباعها موافقت یعدل و ذلک کله. اگر شما برگرد بگو به اونها اگر کسی خوب شوهرداری بکند و طلب حال مرضاته، دنبال این باشد که اون مرد رضایت کامل پیدا کند و اتباعها تبعیت کند این زن به موافقته، موافقت اون چی را؟ آقا را، زوج را. یعدل و ذلک کله، این مساوی با تمام این اجرا. این بیانش به این است که خوب شوهرداری خیلی سخت است، نه اینکه تخفیف داد پیغمبر سر اینا رو خواست شیره به مالت بگه برین حس و تبعال بستونه دیگه، نه، تمام اون کارهایی که از جهاد فی سبیل الله، از حج در راه خدا، از خلاصه تمام اون کارهایی که در اینجا به عنوان جمعه و جماعات و عیادت مرزا و تمام اینها شهود جنائز و همه اینها، از این کارهای متفرق متشتت مختلفی که بعضیش باید مرد از تمام علقهاش ببره بره برای جهاد، مدتها در دور دست باشد، از جان بگذرد، امکان ممکن است شهید بشود، جانباز بشود، ممکن است سختی های زیادی بشه، اسیر بشود، همین ها رو حضرت می فرماید تعدل و حسن و تبعل با همه اینها نشون میده خوب شوهرداری خیلی سخته. خوب شوهرداری یعنی این که زن از تمام خواسته ها و منیت هاش چی بشه؟ عبور کنه، به جایی برسد که خواسته همسرش رو به خاطر خدا، تعبیر رو ببینید، طلب ها، مرزات ها و اینا به عنوان چی؟ به عنوان امر الهی، به عنوان نگاه الهی، به عنوانی که خدا این رو دوست دارد، بگه من از خواستم میگذرم. چون مردی که به جهاد میره از خواسته و میل خودش گذشته جهاد رو رفته دیگه، میل الهی رو در اونجا غالب کرده رفته، درسته؟ اینجا خدا به زن، اینجا امر الهی پیغمبر این است که اگر زنی این کار رو کرد، در حقیقت تمام اون نگاه الهی و میل الهی رو در این خوب شوهرداری در وجود خودش حاکم کرده و تمام این کمالاتی که برای مرد با این متفرقات باید ایجاد بشه، با این کندنها و رفتنها و آمدنها و همه اینها باید محقق بشود، برای زن در درون خانه همه اون کمالات محقق میشود، چون حسن تبعل همه اون آثار رو دارد. پس معلوم میشه روح اون همه آثاری که در بیرون میخواد محقق بشه، غیر از اینکه جهاد حفظه در حقیقت اون ناموس الهیست در باقی بوندنشه، یا آثاری تو وجود این فرد میذاره. آثاری تو وجود این فرد این است که این فرد رو از امیال خودش جدا کرده، به میل الهی تبدیل کرده، در شهود جنائز اون اخوت و ولایت بین مؤمنین رو ایجاد کرده که رفته و اون در حقیقت کسانی که از او باقی ماندن، این با آمدن دیگران در تشییع جنازه او قوت قلب پیدا میکنه، صبرش در حقیقت امکان پذیر میشود، یا در خلاصه عیادت مرزا، یا در خلاصه رفتن به حج، تمام اینها اثری رو میخواد محقق بکند که این اثر جمع شده یک جا، یک جا جمع شده در کجا؟ در حسن تبقا. اگر این باور شد، نشون میده که زنها، اگر زنی در شوهرداری به گونه‌ای بود که توانست حسن تبعل داشته باشد، تمام این احکامی که به عنوان فضائل برای مردها نقل شده تو همین حکم تنهایی برای زن محقق می شود، نه به عنوان تعبد، بلکه به عنوان بودن ملاک. یعنی این تعدلو نه به عنوان تعبد که من حالا این رو برای شما اینجوری قرار دادم، ما برید این کار رو بکنید برای شما اونو... نه، تعبد نیست، نشون میده که این ملاکات که تو تمام اونها از تک تک اونها میخواد محقق بشود، تو این به تنهایی تمام اونها هست، چون با یه انسانی مواجه است که رضایت او رو به دست آوردن، موافقت کردن که او برای خودش حدودی دارد، این من تعیناتی دارد، این زن تعیناتش رو در مقابل تعینات او بخواد از مثلا نگاه نکند، خیلی سخته، دو تا تعین با هم درگیر میشن. اگر خانومی از تعیناتش گذشت، از این نگاه عبور کرد، با این اصلا همش عبادته، یعنی سخت در این عبادت که جهاده داره همینجا محقق می شود، سخت در این در حقیقت کارا که رفتن حج بوده تو اون زمان داره محقق می شود، نتیجه ای که او داشته ملاکش تو اینجا هست. اگر کسی با این نگاه به روایت بکند،
اون موقع میفهمد که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه چه گوهر گرانبهایی رو از اون نظام تکوین و هستی استخراج کرده، در اختیار زنها قرار داده و خدا مسلح کردن خانومها رو به غریزه احساس و عواطف که مسلح کرده به این به اصطلاح عنوان و اونها کمال احساس و عواطف رو در زن قرار داده، برای چه کاری این همه کمال و سرمایه گذاری کرده در زن که اون شدت احساس و عواطفه، تا اون شدت احساس و عواطف بتوند تو حسن تبعل که اون کار اصلی زن است در کنار واجبات دیگرش که داره، واجباتش سر جاشه ها، فضائل دیگری که بوده، این حسن تبعل همه اون فضائلی رو که از زن در حقیقت چی شده؟ از زن برداشته شده و برای او به عنوان فضیلت دیده نشده، همه اونها تو این محقق می شود. اگر این با این نگاه دیده شد، خیلی مسئله چی میشه؟ خیلی دقیق می شود. لذا می فرماید که فأدبرت المرأة و هی تهلل و تکبر و استبشار. خوب فهمید، اگه یه زن دیگری بود او چی می شد؟ میگه حالا بالاخره پیغمبرم خواست ما رو هم بالاخره خوشحالمون کرده باشد، که حالا چیزی نگیم، خیت نشده باشیم جلو بقیه، کم نیاریم. نه، وحیت تو حلل و تکبر و استبشارا، یعنی با تحلیل و با تحمید و تکبیر و اینا برگشت، یعنی آنچنان مبتهد شد، خوب فهمید که چی برای او قرار داده شده، نه تعبدن، خوب فهمید گرفت. خب اگر این نگاه باشه، چقدر زیبا تبیین مسائل اسلام با هم همدیگر رو هم پوشانی دارن و هم خلاص، خیلی زیباست. که بعد حالا من بفرمایید این تبیینش طلاق چه معنی داره؟ حالا اون رو داره، ایشون بحث طلاق رو مفصل بیان میکنه، بحث طلاق رو، یعنی تو بحث طلاق به یه جایی میرسد که چی میشه؟ به یه جایی میرسد که این غیر قابل در حقیقت اسلام مثل میموند که میگن آقا با مثلا کسی که اهل تکبر است، شما در حقیقت تواضع کنید تا تکبرش بریزه، اما اگه این اهل تکبر تواضع کنه، تکبرش چی شد؟ تشدید شد، اونجا دیگه نمیشه با این تواضع کرد. با این نگاه خدا میتونیم بگیم مناطق همون مناطق جهاد و... بله دیگه، بله، یعنی در اینجا هم تا جایی است که این حسن تبعل سازندگی ایجاد میکنه. جهاد ها نداره، جهاد خب چرا؟ نه دیگه، جهاد کم باشید، خب تو جهاد هم، تو جهاد هم اگر رفتید طرف تسلیم شد، یا اگر دیدید که نه امکان ندارد که غلبه بکنید، در جایی که امکان ندارد غلبه بکنید برگشتن اشکالی ندارد، در جایی که میدونید امکان ندارد غلبه بکنید، یعنی دیگه خودکشی. خب داشتیم تو اسلام هم که برگشتن در اونجا مانعی هم نبوده، نگفتن وایسی تا آخرین نفر کشته بشید، حتی اگر یقین دارید که چیه؟ امکان غلبه نیست، حتی اگر یقین دارید، اونجا که نیستش که، یعنی اونجا هم حکم در حقیقت چیه؟ مطابق همین جعل شده دیگه، اینا تطابق داره با هم دیگه. تو جهاد هم برگشتن خلاصه مانور دادن، تو جنگ موته با یه مانور برگشتن، پیغمبر تجلیل کرد ازشون، تجلیل کرد تو جنگ موته، مانور دادن در برگشتن که دشمن دیگه تعقیبشون نکنه، اقلا تعقیبشون نکنه، یه جوری بود که دیگه دشمن امکان داشت تعقیب بکنه تا به سلام مدینه بیاد، یعنی اینقدر وضع خراب شده بود که اینا رو که ببین برد و مدینه، ولی یه مانوری دادن، یه کاری کردن، بعدم خلاصه چیکار کردن؟ با شدت اومدن، در عینی که مانور دادن عقب نشینی هم کردن، پیغمبر تجلیل کرد ازشون که این کارو کردن، یعنی اینجور نیستش که در هر شرایطی باشه. خیلی بحث المیزانم هست، نقل هست که همین صحبتی هم بله بله بله، اونا که بله خودشون هم اینجور بوده، نه اصلا تو خیلی از تو نظام واقعی که اصلا خیلی در حقیقت این مسئله اگر مصادیقش رو آدم بخواد بگه که موفقیت های خیلی از بزرگان مرهون چی بوده؟ مرهون همون در حقیقت خدمت هایی بوده که زنانش، آقای عراقی خانمش که دنیا رفته بود شاید در سن 90 و چند سالگی بود، من یادم نمیره، رفته بود خونهشون، آنچنان اشک میریخت که خانمش از دنیا رفته، آقای عراقی اینا هم دیده بودید یا نه، خیلی در حقیقت متأثر، خیلی متأثر که خانمش از دنیا رفته، با این که دیگه در حقیقت این بحث اونجا دیگه نظام شهوت نیست که نیاز شهوی باشه، ولی اون نیاز عاطفی و رابطه محبتی و انسی که تعریف میکرد، چه تعریفایی مثلا میشستش، آقای عراقی خوش تعریف بود در همون سنین بالاش، هم شاید همون 2-3 سال آخره که نزدیک قرن ایشون عمر کرد دیگه، چند سال؟ 100 سال؟ 107 سال، یعنی شاید تو 100 سالگیش بود، ما بیش از شاید از 100 اگه 107 بوده، چون 1-2 سال آخر عمرش مثلا ما میرفتیم همونجا تعریف میکرد از خانواده‌اش و اینا، تو همون سن و سال. بله بله، خب حالا دیگه
و من اجمل ما ایشون فرماد بر روایت فی هذا المعنا کثیره و مرویه فی جوامع الحدیث من طرق شیعه و اهل سنت و من اجمل ما روا فیه ما روا الکافی. بعد تو نظام دیگری رو نقل میکند از امیر مؤمنان، بعد نقل میکند روایت دیگری که حالا ان شاء الله بعضی از اینها رو به اصطلاح می اومدن می رفتن و سوالاتی که داشتن. متوجه نشدم. جهاد زن در قبال انسانه، اما جهاد زن طرف حساب خداست و در آیه خدا بله از بالاخره شیطان و دشمن اینا درست. ولی توی قانون باید یک انسان مسلمان رو باید خب ببینید اون چیزی که برای مرد جعل شده خیلی سنگینه، اون سنگینی اون کار به زمینه این که این از جهت ظاهریش سبکه، جایی نمیخواد کنه، اما تحمل سنگینه. این دوتا رو ضرب در هم بکنی، این که جایی نمیخواد بره همینجاست، این که نمیخواد از خیلی چیزا ببره در درون تا بره همینجاست، درسته؟ اما در این حال که همینجاست، تحمل این مسئله خیلی سخته. این سختی تحمل در اینجا با اون راحت بودن در خانه رو با هم که ضرب کنن مثل اون میشود که اون سختی رفتن در اونجا و راحت بودن معامله با خدا، درسته؟ این دوتا رو که ضرب کنید یه نتیجه درمی که تعدل میشه. بله خب من خیلی نوشتم الان موندم که کدوماشو بگم، حالا اگر که از هر کدومشو بخوام بگم دیگه هی میشه یه خودت که از هر از همش بگذریم بهتر میشه، چون همین علامتایی گذاشتم هر کدومش یه بحثی بوده که بیام خدمت، غیر از اینکه چند دو سه صفحه هم نوشته بودم، ولی دیگه حالا از همش میگذریم. انشاءالله جلسه بعدی اگر در خدمتتون بودیم بحث رو از همین جلد 4 نتایجش رو میگیم انشاءالله به بحثای دیگه هم. این نگاه رو به عنوان کدها رو انشاءالله حفظ بکنیم، بحث مهمیه. این بحث واقعا بحث خانم ها بحث جا افتاده ای نیست، مبتلا به افراط و تفریطیم، مبتلا به افراط و تفریطی، گاهی افراطی گاهی تفریطی. این نباید نه به افراطش نه به تفریط، اونی که اسلام گفته، اونی که از دین در میاد، همون نگاهی که تو قرآن و روایات ازش آدم میتونه استفاده کنه، ان شاء الله همونها رو در خدمت شما باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. این آیات جهاد و بسم الله بفرمایید. بله توی قرآن